اومدم غذا رو انتخاب بکنن یه خانم آقا، و خانم یه غذایی انتخاب کرده و آقا خیلی آروم بهش گفتش که من الان این مقدار پول همراه هم نیست، یه غذای مناسب تری رو انتخاب بکنی. و همونجا با صدای بلند خانم گفته یعنی چی وقتی پول تو جیبت نداری؟ چرا منو میاری بیرون؟ چه آبروی منو میبری؟ اصلا کی گفته تو دوست دختر بگیری اگر که پول تو جیبت نداری؟ این نشون دهنده اینه که این خانم اصلا هیچ عشقی نداره، فقط یه نشونه های دختر عاشق. دونستن این نشونه ها خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون ممکنه که توی رابطه عاطفی باشین و ابراز عشق رو داشته باشه طرف مقابل بهتون، اما حستون بهتون بگه مطمئن نیستم که این واقعا منو دوست داره یا عاشق من هست. این نشونه هایی که میخوام بهتون بگم نشونه های رفتاریه که میتونه شما رو از این دودلی در بیاره و یه مقدار مطمئن ترتون بکنه. یا حتی ممکنه توی رابطه باشید که طرف مقابل خیلی ابراز احساسات نداره یا مغروره یا هر چیز دیگه ای، ولی با دونستن این نشونه ها میتونید متوجه بشین که این دختر واقعا عاشق شما هست یا نه، تا بتونید اگر تصمیم میخواین تصمیمتون رو بگیرین یا اصلا از این دودلی و شک و تردیدتون بالاخره بیرون بیاید. چرا که اگر این نشونه ها رو ندونین ممکنه حتی سالها مثل خیلی از مراجعینی که هستن و من میبینمشون متاسفانه توی روابطی گیر بکنید که فقط ابراز احساسات کلامی و زبونی هست توش در جهت منفعت خودشون، و بعد ببینید توی رابطه سمی گیر کردید که هیچ عشق واقعی توش نیست. پس بریم که سریعا نشونه ها رو با هم دیگه بررسیشون بکنیم. از خواسته ها و توقعاتش پایین نمیاد. مورد اول، دختری که عاشق شما نباشه از خواسته ها و توقعاتی که داره اصلا پایین نمیاد هیچ جوره. یعنی همش مدام به شما درخواست میکنه برام این کارو بکن، برام اون کارو بکن، من اینو میخوام، من اونو میخوام، و اصلا شرایط شما براش اهمیتی نداره و هیچ جوره از خواسته هاش پایین نمیاد. هر طور شده خواسته هاشو باید فراهم کنید، یا باهاتون قهر بکنه، یا بخواد بحث و دعوا را بندازه، یا بخواد مقایسه و سرزنش داشته باشه، به هر حال با روش های خودش. اما دختری که عاشق شما باشه نگاه میکنه محبت های ریز و درشت شما رو، فارغ از اینکه چقدر براش هزینه کردید و چیکار کردید، دقیقاً اونا رو میبینه. و اگر گاهن شرایط اینو ندارید که خواسته هاش رو برآورده بکنید و اینو براش توضیح میدید، اصلا خیلی اوقات اصلا لازم نیست براش اینو توضیح بدید، خودش متوجه این موضوع میشه و خودش پیشنهادایی میده که به نسبت شرایط شما باشه و اوضاع شما رو در نظر گرفته باشه. به عنوان مثال حتی اگر ماشین ندارید سعی میکنه که اصلا خیلی درخواست مسافرت‌های مثلا تو فاصله مسافتی زیاد و طولانی رو نده، شرایطی رو قرارهایی رو باهات همراهی میکنه که اصلا نیازی به بحث ماشین نباشه، حتی شده با شما سوار اتوبوس میشه، مترو میشه، هیچ فرقی براش نداره. مهم اینه که به خاطر یک عشق وارد این رابطه شده و توی این رابطه‌ای که هست خواسته ها و نیازهاش هم وجود داره. بله شما باید حمایت کننده باشید، حواستون باشه بهش، به جزئیات زندگیش، به نیازهاش و خواسته هاش، و سعی کنید اینا رو براش رفع بکنید. این تلاش های ریز و درشتتون رو میبینه و اگر خواسته هاش به تعویق بیفته یا اصلا شرایطش رو نداشته باشید که مهیاش بکنید، آبروریزی نمیکنه، شما رو زیر سوال نمیبره، سرزنش نمیکنه. یه توییت خیلی جالب بود میخوندم چند وقت پیشا که نوشته بود من رفته بودم یه غذا فروشی که حالت رستوران نبوده، بیرون بر بوده بیشتر، اومدم غذا رو انتخاب بکنن یه خانم آقا، و خانم یه غذایی انتخاب کرده و آقا خیلی آروم بهش گفتش که من الان این مقدار پول همراه هم نیست، یه غذای مناسب تری رو انتخاب بکنی. و همونجا با صدای بلند خانم گفته یعنی چی وقتی پول تو جیبت نداری؟ چرا منو میاری بیرون؟ چه آبروی منو میبری؟ اصلا کی گفته تو دوست دختر بگیری اگر که پول تو جیبت نداری؟ این نشون دهنده اینه که این خانم اصلا هیچ عشقی نداره، فقط یه سری نیازها و خواسته ها داره که میخواد رفعش بکنه. و دقیقاً یه پسری رو گیر آورده که به خاطر مهتربی، تایید طلبی، اصلا همون سندرم پسر خوبش، اومده توی همچین رابطه گیر کرده و فکر میکنه این دختر از آسمون افتاده زمین و همینو میخواد و همه رفتارهای تاکسیک و بدش رو هم تحمل میکنه. پس این نشونه دختر عاشق نیست، بلکه دختر عاشق شرط شما رو میپذیره و از خواسته هاش یه مقدار کوتاه میاد.
چرا که ممکنه شما به دلایل مختلف در بازه‌های مختلف زمانی شرایط انجام یه سری کارها رو نداشته باشید. پس خیلی مهمه که در این مواقع نوع برخورد و رفتار این خانم رو حتی شما بسنجید. ببینید آیا عاشق شماست یا شما رو برای رفع نیازهاش میخواد. و حواستون باشه که درگیر سندرم پسر خوب نباشید و توی چنین روابطی باقی نمونید که در نهایت بعد از چندین سال یه شکست بزرگ بهتون بده و در آخر هم بیاد بگید که دخترها آهن پرستن، دخترها پول پرستن. نه، این شما هستید که همچین روابطی رو برای خودتون انتخاب میکنید که لایقش نیستید. ارزش شما بیشتر از ایناست. بریم مورد دوم رو بهتون قبل از اینکه بخوام نکته بعدی رو بگم، به هم بگید که بین این دوتا موضوع کدوم رو ترجیح میدید؟ یک، اتیکت های رفتاری مردانه. دو، جملاتی که باید به خانوم ها گفته بشه و خانوم ها این جملات رو دوست دارن. بین این دوتا موضوع هر کدوم رو که ترجیح میده برام کامنت کنید که هر کدوم بیشتر باشه، در مورد اون حتما صحبت میکنیم. اگر که ویدیو رو لایک میکنید به من خیلی انرژی میدید و اگرم تازه با من آشنا شدید سابسکرایب یادتون نره که بتونید آموزش های روزانه رو داشته باشید. بریم که نکات رو براتون بگم. بی تفاوتی نسبت به شرایط شماست و مشکلات و نگرانی هاتون. حالا این مشکلات و نگرانی ها میتونه مربوط به خودتون باشه، میتونه مربوط به اصلا یکی از اعضای خانوادتون یا اصلا دوستتون باشه. ببینید این خانومی که عاشق شما نیست دقیقاً کسیه که فقط میخواد در ادامه صحبت قبلی تفریحات خودشو داشته باشه، حال خوب خودشو داشته باشه، نیازهاش رفع بشه. و شما تحت هر شرایطی که باشید باید این موضوع رو براش فراهم بکنید. و اصلا براش مهم نیست که آقا مثلا من مامانم الان مسئله داره، درسته قول مسافرت دادیم نمیتونیم بریم، یا مثلا این مشکل برام پیش اومده، یه همچین شرایطی رو دارم نمیتونیم این کارو انجام بدیم. بلافاصله قهر میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه و شما رو اذیت میکنه چون خواسته خودش برآورده نشده. یعنی نمیاد شرایط و مشکلات شما رو باهاتون در موردش حرف بزنه، اگر جایی میتونه راهکاری بده، همدلی بکنه، کمکی بکنه که اصلا اون مشکل رو حل بکنید، یه کمک حتی کوچیک شده براتون داشته باشه، یه قدم خیلی کوچیک حتی شده براتون برداره. اگر این کارا رو انجام نده، یعنی نشونه کامله که اصلا هیچ عشقی به شما نداره. ولی دختری که این وقتو میذاره، البته تو پرانتز بگم، این به شرط اینه که شما دچار رفتاره مردانگی سمی نباشی که توی یکی از ویدیو در موردش حرف زدم. یعنی که آدمی نباشی که احساساتتو بروز ندی، نگی مشکل داری، در مورد مسائلت باهاش حرف نزنی. اگر آدمی باشی که اینا رو بهش بگی، اونم آدمیه که میاد همدلی میکنه، اگر عاشقت باشه باهات صحبت میکنه، راهکار میده و حتی اگه بتونی کوچیکترین کاری هم انجام بده ازت میپرسه و تو ازش درخواست بکنی، کار کوچیک رو حتی شده برات انجام میده. حواستون باشه ها، منظور من این نیست که اگر شرایط بدی دارید یا مشکلی دارید به بهونه‌های مختلف هی بگید من وقت ندارم این کارو بکنم، من نمیتونم براتون کارو بکنم، به نیازهاش بی‌توجهی کنید، اذیتش کنید، براش وقت نذارید و بعد بگید که من درک کن دیگه، من کوهی از مشکلاتم، من کوهی از مسائلم، من کوهی از کارهایی هستم که باید انجام بدم، سرم شلوغه، تو منو درک کن. درسته این دختر باید شما رو درک بکنه، دختری که عاشقتونه، ولی به این معنی نیست که شما هر رفتاری دلتون خواست، هر بی‌توجهی، بی اهمیتی خواستید انجام بدید و توقع داشته باشید بگید اگه عاشق منی همه اینا رو مراعات بکن دیگه، تو منو قبول کن، تو منو بپذیر. حالا یه نکته مهم دیگه هم هست که باید بهتون بگم، اینکه خب این دختر مدام نمیخواد شما رو تغییر بده. اگرم مشکلی باهاتون داشته باشه، شرایطتون رو میپذیره، رفتارهاتون رو میبینه، میاد در موردش صحبت میکنه که با هم حلش کنید، با هم دیگه توافق کنید راجع به این موضوع. البته نکتهش اینجاست که این نوع رفتار نیاز داره که اون دختر به این بلوغ فکری و مهارت ارتباطی رسیده باشه. اما اگه دیدید که این دختر مدام موضوع و مشکلاتو مطرح میکنه، حالا چه با غر زدن، با بحث، حتی قهر، بدونید که میخواد مشکل رو حل کنه، میخواد رابطه ادامه دار باشه، اما چون بلد نیست چطوری، فقط میاد هی با بحث و دعوا مطرحش میکنه و چون نمیتونه حلش بکنه هر بارم سرخورده تر میشه. یعنی فقط این خانم حل مسئله بلد نیست، مهارت ارتباطی بلد نیست. اینجا نقطه ایه که آره عاشقته، میخواد مشکل رو حل کنه ولی بلد نیست. کمکش کن روی قسمت روش توسعه فردی خودش کار بکنه. خودت هم اتفاقا همینطور، اگر حل مسئله بلد نیستی روی موضوع یا مهارت ارتباطی کار بکن که بتونید با هم مسائلتون رو حل کنین و این عشقی که هست رو از بین نبرید. بریم که نکته مهم بعدی رو بگم.
و اما نشونه آخر، نشونه آخر اینه که دختری که عاشق شما باشه ویژگی های خوب شما رو بیشتر میبینه. اصلا خودمون همیشه این اصطلاح رو به کار میبریم که عشق آدم رو کور میکنه. اصلا بحث کور کردنه نیست، بحث اینه که وقتی که عاشق شماست ویژگی های خوب شما رو پررنگ تر میبینه و حتی اگر که یه سری مشکلات و باگ هایی داشته باشید تا جایی که بتونه میتونه باهاتون توافق کنه و اون ویژگی ها رو معتدل ببینه. حالا ویژگی های خوبتون براش بولتره، پس به خیلی از موضوعات و رفتار و کارهای شما که حتی ممکنه برای خودتون دیگه عادی باشه افتخار میکنه و از شما تعریف میکنه، توی جمع ازتون تعریف میکنه، پیش خودت ازت تعریف میکنه و نشون میده که از چه چیزهایی از تو خوشش میاد، البته اگر ابرازها رو بلد باشه. حتی اگر بلد نباشه تو نوع ذوق کردنش، نوع رفتارش وقتی از کارهاتون یا اتفاقایی که دارید پیش میبرید تعریف میکنید میتونید اینو بفهمید که چقدر افتخار میکنه. خب اگر آدمیه که به سری ویژگیاتون افتخار میکنه، ازتون تعریف میکنه، پس قطعا این رابطه رو نمیتونه پنهان نگه داره. تا جایی که بتونه به نسبت شرایطش این رابطه رو اصلا پنهان نمی کنه، بلکه واسه صمیمی ترین دوستاش و اطرافیان شروع می کنه به تعریف کردن از شما، معرفی کردن شما و نشون دادن شما کم کم بهشون. شرایطی رو مهیا می کنه توی جمع هایی که می تونه شما رو حتما ببره، شما رو معرفی کنه، با شما زمانش رو بگذرونه. حتی اگر یه شرایط یا یک جمعی هستش که شما نمی تونید اونجا حضور داشته باشید، سعی می کنه با حرف زدن باهاتون، نه نمیگم طولانی باشه، اینو با موضوع کنترلگری و عکس بده ببینم کجای لوکیشن بده همون لحظه با هم حرف بزن، پیش بقیه حتما با هم حرف بزن، منظورم این نیستا، کاری که خودش دوست داره، دوست داره با اینکه اونجا نیستید حضور شما باشه، حالا چه با صحبت کردن، چه با چت کردن، چه با عکس فرستادن، هر چیزی که خودش باهاش راحته دوست داره این کارو انجام بده. البته این مستلزم اینه که شما واقعا کنترلگری رو نداشته باشید، یعنی راحتش بذارید، مثل یه پرنده‌ای که تو مشتتون جون محکم نگهش نداشته باشید که احساس خفگی کنه، بلکه راحت باشه و اجازه داشته باشه خودش این کارو انجام بده. پس اصلا این رابطه مخفی باقی نمیمونه و این اصطلاح این که بذار رابطه‌مون رو کسی خبر نداشته باشه، حسودای کمتری داریم، اصطلاح کسیه که نمیخواد اتفاقا شما رو معرفی کنه تا حالا نوع روابط دیگه خودش رو داشته باشه، یا اصلا عاشق شما نیست، اون رابطه رو خیلی رابطه پایداری نمیبینه که بخواد شما رو معرفی کنه. و حواستون باشه به این نکته، وقتی که این رابطه رو شروع کردین به مرور متوجه بشین که چقدر داره شما رو معرفی میکنه. هرچی بیشتر یک خانم داره شما رو به بقیه معرفی میکنه، نشون دهنده اینه که اون رابطه براش جدیتره، مهمتره و نشونه های عشقش اتفاقا به شماست. سعی کردم توی 3 تا نکته خلاصه بهتون مهمترین نکات یک خانم عاشق رو بگم، حتما توی ویدیوهای بعدی بیشتر هم در مورد نکات بیشترش صحبت میکنیم.